سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی ما. صابر عبر یکی از بهترین بازیگران مطرح سینمای ایرانه که میشه گفت کمتر کسی است که اون رو نشناسه و این روزها با بازی در سریال خاص و متفاوت قورباغه به عنوان اولین تجربه سریالیش باز هم با بازی فوق‌العاده‌ای که داره مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفته. شلیک باشه من نیستم. یابو شلیک باشه منم نیستم. آقا میخوام بترسونمشون. برای چی مشهد کشیدی؟ واسه گندگوزیش. گندگوزی رو جلوی یارو میکنن که بترسه. حالا ما قبلش کردیم. کسی این کارو میکنه؟ در این برنامه میخواهیم درباره بیوگرافی و زندگی نامه متفاوت این بازیگر خاص کشورمون توضیحات کامل و جالبی رو به شما عزیزان ارائه بدیم. خوشحال میشیم شما هم نظرتون رو در مورد این بازیگر و بهترین فیلمی که از اون دیدین رو حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. یک نفر از اینا رو اسم ببر. آقا مگه یه نفر نیست که تو دلت داری بهش التماس میکنی که گل بزنه؟ صابر عبر 18 خرداد ماه سال 1363 در شهر تهران به دنیا اومد. اون بازیگری رو از دوران کودکی شروع کرده ولی نه روی صحنه تئاتر یا جلوی دوربین، که به گفته خودش تو دوره راهنمایی و حتی دبستان لحظه هایی بوده که داشته نقش بازی می کرده و از این نقش بازی کردنش فقط خودش آگاه بوده. خوب سوخته، انقدر خوب سوخته، باید ببینیش. اصلا یک جای سالم تو بدنش نیست. من اینقدر آدم میشناسم آرزوشونه اینجوری بسوزن. یک مرگ شاید. صابر عبر فعالیت در تئاتر رو از مدرسه شروع کرده و توی یکی از اجراهای مدرسه‌ای در دوران راهنمایی توسط معلم درس ریاضیش به خانم مرضیه برومن معرفی میشه. اون توی 13 سالگی اولین تجربه جلوی دوربینش رو با نقش کوتاهی در سریال بازگشت به خانه به دست میاره. مرضیه برومن تا سال 1379 توی بخشای کوتاهی از سریال داستان‌های نوروز از اون استفاده می‌کنه و عبر بعد از داستان نوروز تصمیم می‌گیره که بازیگری رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه و با مشاوره گرفتن از مرضیه برومند و مصطفی احمدی به مؤسسه آموزشی کارنامه معرفی میشه. اما تو دیدی من این بچه رو چجوری بزرگ کردم؟ صبح تا شب دارم زیر این آفتاب جون میکنم. من نمیخوام بزرگ شد بشه اینه من، شب بشه و تو کوشش لجن بکشه. این مؤسسه با مدیریت پرویز پرستویی داشت سومین دوره از فعالیتش رو پشت سر میگذاشت که صابر عبر هم تو این دوره ها شرکت کرد و همزمان با دوره های بازیگری از دانشگاه آزاد فیروزکوه رشته مدیریت قبول شد و تحصیلات دانشگاهیش رو با این رشته ادامه میده. صابر عبر فعالیت هنری شد توی تلویزیون با برنامه هایی مثل پلک، رنگین کمان و مسابقه 100 ثانیه به عنوان مجری ادامه میده که بخش زیادی از کارش اجرای برنامه کودکان و نوجوانان در تلویزیون بوده. سال 84 اولین کار سینماییش رو با فیلمی به اسم شاعر زباله ها شروع میکنه. آدم بهتره جز اون 3 میلیون بیکار باشه یا جز این 3000 نفر رفتگر؟ خب ناشکری نکن برادر من، خدا قهرش میگیره، این یه لقمه نونم ازت میگیره. این فیلم ساخته محمد احمدی اولین تجربه صابر عبر در سینما بود که البته در اون زیاد هم دیده نشد. اما سال بعد یعنی سال 85 در فیلم مینای شهر خاموش به کارگردانی امیر شهاب رضوی ایفای نقش میکنه که با این نقشش تونست برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 11 جشن خانه سینما و نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 25 جشنواره فیلم فجر بشه. به خارج واسه این که بمونی، یه وقت نگیری تو زن خارجی بگیر زن ایرانی. سال 86 هنوز هیچ کدوم از این دو فیلم به صورت عمومی اکران نشده بود که پریسا بختاور صابر عبر رو برای حضور در فیلم دایره زنگی انتخاب میکنه. کجا گیری؟ با ماشینی که از بچه‌ها تصادف کردیم. ماشین مال باباش، باید برم پول صافکار بدم. آخه ندارم. مارو ما دیجونه رضا دارم راست میگم دیگه. خدا وکیلی نگاه کن ماشین پایینه. همینه. فیلم دایره زنگی با بازی صابر عبر و حضور بازیگرهای مطرح زیاد دیگه‌ای سال 86 به اکران در میاد و عبر با نقشی که توی این فیلم داشت هم به شهرت بالایی رسید و هم تونست نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد برای 26 جشنواره فیلم فجر بشه. عبر همون سال توی فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت هم ایفای نقش میکنه.
راستی اگر تا الان عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای مطلع شدن از برنامه‌های جدید ما علامت زنگوله کنارش رو فعال کنید. سال 87 سال خوبی برای صابر عبر بود، چرا که اون توی این سال با بازی فوق‌العاده‌اش توی فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی استعداد خودش رو نشون داد و به خاطر بازی در این فیلم نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و در جشنواره‌های منتقدان و خانه سینما تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل رو از آن خودش کرد. این اصلا قرار نبود چون حال بیاد، چون کی باش تصادف کردین؟ میخوایم بریم تو راه صحبت کنیم. ببین خانم من رو نپیچون، شما مدارک. صابر عبر همون سال فعالیتش در تئاتر رو با نمایش کرگدن به کارگردانی فرهاد آیش دوباره شروع میکنه و توی پروژه ها و اجراهای زیادی نقش میگیره تا سال 90 که تندیس بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر رو برای نمایش ریچارد سوم به کارگردانی آتیلا پسیانی دریافت میکنه. نقش آفرینی توی نمایش هایی مثل هملت، کالیگولا و مالی سوینی از فعالیت های مهم صابر عبر در بازیگری تئاترشه که البته حضورش در تئاتر فقط به بازیگری محدود نمیشه و تجربه کارگردانی تئاتر در نمایش واو ها و ویرگول ها رو هم در کارنامه هنری خودش داره. سوم دارم با انوش که طبقه پایینه تو موبایل پول گیم بازی میکنم، بعد حسی رو کاناپه نشسته بود داشت گیتار میزد که یه صدای گیتار. صابر عبر بعد این تجربه های موفق دیگه از پرده جدا نشد و هر سال شاهد نقش ها و کاراکترهای متفاوتی از اون توی پروژه های مختلف شدیم. سال 88 هیچ، فیلم کوتاه متامورفوسیس، نخودی. سال 89 آقا یوسف، 1359 و اینجا بدون من. سال 90 پذیرایی ساده، انتهای خیابان هشتم و برف روی کاج‌ها که با این فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در ششمین جشن منتقدان میشه. میگن برای ساز زدن باید مثلا برای پیانو باید ناخن دست بلند باشه، برای گیتار کوتاه، درسته نه؟ نه، اون که برای پیانو باید ناخن کوتاه باشه. آه نه. سال 91 هیچ کجا هیچ کس، آسمان زرد کم عمق، آشغال‌های دوست داشتنی، بوسیدن روی ماه و فیلم گس به کارگردانی و نویسندگی کیارش اسدی‌زاده که صابر عبر برای بازی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نوظهور از جشنواره فیلم روم میشه. صابر عبر همون سال یعنی سال 91 برای بازی در فیلم بوسیدن روی ماه نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در ششمین جشن منتقدان هم میشه. فکرم رفتی سفر آش خانم، همین دو هفته پیش نامه فرستادیم برگشت خورد. سال 92 خواب زده ها، ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه و همه چیز برای فروش. سال 93 دلم میخواد، رخ دیوانه، من دیگو مارادونا هستم، قندون جهیزیه و نزدیکتر. سال 94 حضور افتخاری در کلاه قرمزی. سال 95 میلیونر میامی، هتریک، تابستان داغ، ویلایی ها و حکایت دریا. سال 96 روسی و خوک. سال 97 مسخره باز و جدیدترین کارش بازی در سریال قورباغه به کارگردانی هومن سیدی محصول سال 98-99 که اولین تجربه فعالیتش در شبکه نمایش خانگی محسوب میشه. جالبه بدونین صابر عبر سال 94 به همراه پانتا پناهی ها دکلمه آلبوم موسیقی در شعله با تو رقصان با آهنگسازی مهیار علیزاده رو انجام داده که در اون از اشعار مولانا و هوشنگ ابتهاج استفاده شده. عبر علاوه بر بازیگری دستی بر نوشتن هم داره و کتابی با عنوان هر رازی که فاش میکنی یک ماهی قرمز میمیرد رو منتشر کرده و در مقدمه کتابش گفته بعضی وقتها فکر میکنم دلیل بودن آدم ها، من، تو، همه یک چیزه، زندگی کردن در لحظه و برای دیدن لبخندها، مهربانیها و حتما گاهی غمها. اون همچنین یک کتاب تحقیقاتی رو با یکی از دوستانش
می نویسه که موضوعش کافه نشینی در تهران معاصره. علاوه بر اینها در حوزه تجسمی هم فعالیت داشته و از علاقمندی هاش نقاشی، سفالگری و طراحی داخلیه. صابر عبر بازیگر خاص و مطرح سینمای ایرانه که از سنین کم فعالیت هنری خودش رو شروع کرده و تا به الان تونسته خیلی خوب بدرخشه و نگاه خودش رو به حرفه بازیگریش اینطور میگه: من نقشهایی رو میپذیرم که چیزی در آنها وجود داشته باشه، نه اینکه صرفا در همه صفحات فیلمنامه حضور داشته باشن. سخت است در سینمای ایران ماندگار باشی و خوب بمانی. برایم مهم است که در سینما از خواب بیدار شوم، بروم سر پروژه و کیف کنم و اگر روزی احساس کنم صرفا کار میکنم و لذتی نمیبرم، قطعا روز آخر کارم خواهد بود. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. خوشحال میشیم شما هم نظرات خودتون رو در مورد فیلم هایی که از این هنرپیشه مطرح سینما دیدین برای ما در کامنت ها حتما بنویسید. اگه از سبک برنامه های ما خوشتون میاد، میتونید یکی از 4 ویدیو نشون داده شده در تصویر رو انتخاب کرده و در ادامه هم خوشحال میشیم که با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از موفقیت، آرامش و سلامتی.